Hükmü kıraati Kur'an der nazdi kabr. سوال آیا قرائت قرآن در نزد قبر جایز است؟ جواب حمد و ثنا به پروردگار قرائت قرآن در نزد قبر مشروع نیست زیرا این عمل از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد نشده است از کمیته دائمی فتوا پرسیدند که متن آنچنین است آیا قرائت فاتحه یا آیت از قرآن برای میت هنگام زیارت قبر او جایز است و آیا این کار به میت فایده میرساند در جواب گفتند از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است او قبرها را زیارت نموده برای مردگان دعاهای میخواند که آن را صحابگان میدانستند و آن را از پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفتند یکی از این دعاها این است السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافیه سلام بر شما باد ای مؤمن و مسلمانان اهل این دیار و اگر الله بخواهد ما نیز به شما می پیوندیم از الله برای ما و شما عافیت می طلبم از پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود زیاد قبرها را زیارت نمودنشان بار هم ثابت نگشته است که سوره یا آیت را از قرآن برای مردگان خوانده باشند اگر این کار جایز می بود بیگمان آن را انجام می دادند و به خاطر به دست آوردن ثواب و از روی رحمت به امت خود و ادا نمودن مسئولیت تبلیغ این دین آن را به صحابگان بیان میکردند چه خیلی که الله سبحانه و تعالی پیامبرش را وصف نموده میفرماید همان فرستاده از خود شما به نزد شما آمده است رنج بینی شما بر وی دشوار است و به هدایتتان حریص و به مؤمنان غمخور و مهربان است. سوره توبه آیت 128 وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود مهیا بودن همه شرایط آن را نکردند و به آن دلالت دارد که این کار جایز نیست. بنابراین صحابگان رضی الله عنهم این را دانستند و در این امر به پیامبر پیروی نمودند. هنگام زیارت قبرها به پند و عبرت و دعا کفایتگی کردند. از آنان ثابت نشده است که برای مردگان قرآن خوانده باشند. از این خاطر قرائت قرآن برای مردگان بدعت نو پیدا شده می باشد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که فرموده اند هر کس در دین ما چیزی را که در آن نیست پیدا کند پس آن رد شده است. روایتی امام بخاری و مسلم پایان سخن از فتاوای کمیته دائمی فتوا جلد 9 صفحه 38 الله سبحانه و تعالی داناتر است